خوش آمدین هموطنان عزیز در بخش آینده سازان قرار داریم. یک کودک با استعداد با ما هستن عزیز جان که ایشان متعلم صرف هشتم هستن و بیشتر صحبت در مورد فعالیت ها و درساشون می داشته باشیم. سلام عزیز جان، صبح خیر، خوش آمدید. سلام به شما کرشمه جان، سلام به بینده های عزیز، امیدوار هستم صبح خوش آغاز کرده باشن. ممنون، زنده باشی عزیز جان. خب میمون دیگه صحبت ها بالای درس ها می باشه که حالا صرف هشت هستی، درس ها چیگونه است برای میشه؟ درس ها دیگه شکر میگذرم، مکتب های ما دیگه درس ها را میخوانیم، حداقل دمی سه ماهی که شده یگان چیزها را زیادتر آموختیم و خب مکتب ما بسیار زیاد تشکری میکنم از پرسنل مکتب ما به خاطر از اینکه برای شاگردا بسیار فرصت های زیاد مهیا میسازن، مثلا برشان کتابخانه معیاری ساختن که ما میتونیم از او کتاب ها بعضی از معلومات به دست بیاوریم و غیره. کارهایی که در مکتب ما صورت میگیره ما از او یگان چیز یاد بگیریم تشکری میکنیم ازشان. بسیار خوب، واقعا که کودک های با استعداد همیشه با استعداد هستن. عزیز جان، هر قدر که میگه به صنف بالا را پیدا میکنی طبیعی است که یک کم سختتر میشه، مشکل تر میشه درس ها. تجربه خود چیگونه است؟ چون از صنف هفت به صنف هشت آمدی دیگه کم تغییرات آمده درس ها. بله، حتی بود که من زمان که صنف شش بودم من کم هیجانی بودم به خاطر چطور بتونم که مثلا مضمون های جغرافیا و تاریخ و اینا را چه قسم سپری کنم، اما شکر خدا به یاری خداوند جل جلاله دیگه تونستیم صنف هفتم به بسیار نمرات بالا از امتحانش سپری کنیم، را پیدا کنیم به صنف هشت. اما قسم هم چون همراه ام صنفی های خوب باشی، استاد های خوب باشی، حتما درس یاد میگیری. دکتر ما اما قسم دیگه کوشش کردیم، درس ها را یاد گرفتیم. مکتب ما بسیار زیاد ازشان تشکری میکنم چون با بسیار درس بالا ما را تعلیم میتن، به خاطر از اینکه ما این دستازای کودکان به خاطر که در وطن ما زیاد جنگ و جدال است بعضی از طفولیت های از تعلیم باز ماندن، تعلیم کردن نتونستن، درس کسب نکردن، از خاطر از ما باید درس بخوانیم به خاطر از اینکه بتونیم یک روز وطن خدا باد کنیم و ما با قلم خود امرای دشمنان وطن ما جنگ کنیم. ماشاءالله، خیلی زیبا. عزیز جان، بجز از اینکه متعلم هستی دیگه دوست داری کدام کارها را انجام بدی و فکر میکنم که نقش هم در یک سریال داشتی؟ بله ها دیگه، من در امرای آقای اسد سکندر اگر برنامه رو میبینین سلام خدا برشان تقدیم میکنم، دیگه دو فیلم و یک سریال کوتاه امرای از اونا بخیر دمی آینده نزدیک در پشوی داریم، امیدوار هستم اونا همچنان نو کار میکنیم. بله ها دیگه نو شروع میکنیم، دیگه آقای اسد سکندر کارایش جور کرده چون بعضی از ضروریت هاست انوز پوره نشده، از او خاطر دیگه بخیر دمی آینده نزدیک انشالله ما که منتظر کارهایت میباشیم. خب عزیز جان، این را بگو که زمانی که مکتب حالا یک چهار سال دیگه که باقی هست با این چی تصمیم داری؟ میخوایی که کدام رشته را بخونی؟ من خو ازم طفولیت رشته من ژورنالیسم بود و دیگان برنامه همچنان کار میکردم، گویندگی میکردم و دوست دارم کمی رشته خود ادامه بدم. بسیار خوب، یعنی همیره مسلکی تر میخوایی بسازی، چون اگر چی میگه در خود رسانه باشی و از تجارب زیاد برخوردار باشی باز هم به خاطر تجربه بیشتر و کسب علم خوبتر بخانی خوبتر است که علمی تر آدم بیاموزه، او خیلی خوب میشه. خب عزیز جان، در خانه با کی خیلی دوست رفیق هستی؟ با مادر جان، با پدر جان یا خواهر برادر؟ ما برای پدر جانم زیاد گرچه اولاد پدر هستیم اما بازم مثل یک دوست، مثل یک رفیق، مثل یک همکار با هم دیگه کار میکنیم و زیادتر زحمت هایی که با من پدر جان و مادر جان میکشن هیچ کس سوال نکشیدن، چون پدر جان من اگر به تلویزیون دعوت باشم اونا از کار بار میمانن و من را تلویزیون میبرن و همچنان مادر جانم هم قسم برادرام هستن امروی ما کمک میکنن، باز پدر جان و مادر جان زیادتر در زندگی ما امروی ما زیاد کمک کردن و زیاد دوستشان هم دارم. بسیار خوب، از ایجانی رو بگو که در مکتب دوستایت کی هست و چند نمره هستی؟ من چون مکتب خود دوباره من تبدیل کردم، در مکتب گذشته که بودم که من از صنف هفت به صنف هشت ارتقا کردم، درجه اول گرفتم و دوست دارم که همیشه به این درجه بانم و دوست ندارم کس لقب ما بگیره به خاطر از اینکه درسم خودم گرچه میخوانم اما بعضن هستن چون در وطن خیلی رشوه زیاد شده، بطور از کسایی هستن که به مدیر مکتب، به پرسنل مکتب ما رشوه داده بچه خود کامیاب میکنن،
درال کس هم چیزایات نداشت، اما بازم دانستم کس نتانه از پیش من درجه من رو بگیره. بسیار خوب عزیز جان، این خیلی یعنی راست موفقیت است، همون درس خواندن است و پیش رفتن است. بله. آرزومند هستم همیشه هم میگونه باشی. باز یگان وقت سر کسایی که داخل صنف میشینه دیگه یگان اکت نمیکنی، یگان قربون نمیشی. چرا که ما میشه شنیدین زمان که من خودم در مکتب بودم، ما را میگفتن دمی چوکی اول دوم سوم کسایی که میشینن او تشریح نمیکرد، چرا که میفیا لایق هستن دمی جشتن زیاد توجه میداشته باشن. همیشه کسی که در مؤخر میشیشتن یا میبودن در قصه مصروف میبودن، باز همیشه میگفتن تنبالا داخل هستن. به نمی خاطر بود من خنده میگرفت، چون نمو ردیف اول دوم سیم نگه دمو هر چوکی که میبود من میشتم میفتم نشه کال لجمله دگاه بریم. آل خودت هم کدام وقت باز قار میشی سر دگاهانی دیدی که کی تنبال است کی لایخ هست، چون همه یه چیز وابسته است قسمت خودت یادآور شدی و خاص خود یک فرد چرا دوست دارم همان گونه پیش بره. بله، ام سینفه ما که در رده های آخر میشنن ما برشان ایج اطاعت هم نمی کنم، صرف مثل برادر برشان میگم، میگم قصه خر وقت است، میتونین که به وقت که به ما تفریم انتا و یا رست به ما میتا ما اونو وقت باز قصه تانم کنین هر کارتان. ما هم دستات های درسی میم، درس شما نگیرین بانین ادقل هم استاد ما خفه نشه. مای رمضان که گذشته دمو مای رمضان ما گفتیم نمی شاگردا گفتیم شما تا کارا نکنین، کمی استادای ما روزه داره، بعض شما روزه خور هستین، شما خود انرژی دارین، استادای ما به انرژی سنوز چیز هم نخوردن، باز میان در صنف تدریس کنن، صنف ما میان باز یاد اونا خسته میشن. باز کم کسی که داخل میشنه من میان برو تو ترسی و ترسی، باز من میم نیم آتان ایسام من میم مثل برادر هستم، خوب خاطر آینده خودتان خوب باشه. دخن ممنون خود عزیز جان، همیشه موفق باش. تشکر از شما. ممنون. حالا هم وضعیت به هواره با همین اینجا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم ما را همراه باشین و تنها نگذاریم.